اگر شما لطف کنید آجابا در قسمت دوستانی که با شما همکاری دارن یک روشنی بیندازیم، چون چیزی که عزیزان نمی فهمن که فکر میکنن شما تنها خودتان اینجا اینجا نخیر، اینجا رو ما از بزرگ اول شما که یکی دوستان من در ایشون مدت ها آمریکا بود، بعد آمدش ایران، اومد دیدن من یه روز، خلاصه گفتش که من میخوام یک کار خیلی انجام بدم. ما هم گفتیم که اینا هست، ایشون خودش آقای مهندس بهگوی هست که زحمت کشید و خودش آمده اینجا رو خریداری کرده و همه تلاش ها رو زحمت ها رو ایشون اینجا کشیده، بسیار دارم با اخلاص ارادتمند به اهل بیت. الحمدلله مشکل مادی هم اینجا نداره، لطف خدا. فقط اونش که هست که ما بتونیم با افرادی که خوش فکرن، خوش سلیقه هستن، بتونیم ان شاء الله کارهای خودمون رو ان شاء الله انجام بدیم و این کتاب ها انشاءالله تعلیف بشه و این شبکه انشاءالله به زودی را اندازی بشه. از اساتیدی که جواب شما همکاری دارن، اساتیدی که همکاری دارن، آقای دکتر میر باقری اینجا تشریف دارن، آقای بهرامپور هستن اینجا از بزرگ انور شما، آقای آیت الله قیب غلامی هست که خیلی تو زمینه وهابیت کار کرده و مباحثه زیادی با علمای اونجا دارن، از بوزه های دکتر معارف هستن اینجا، آیت الله زیابادی هستن، این هستن در باشون هم کاری داریم و در خدمتشون هست. امروز هم پسر آجوهای میر باقری همون توفه ها را خدمت شما آورده بودن. با دست رو دیگه مشرف شون هم اینجا هستش، مشغوله کار میکنن. بله انشاءالله هم داریم، خدا یاری کنه و انشاءالله خدا خودت. ممنونه، تشکر میکنم. عرضی دارم به شما تشبیه همسر همسر جان یه لحظه نسبت امام علی منظور از این نسبت امام علی مستند امام علی تمام احادیث امام علیه، یعنی نهر یا مثلا تصانیف نه مال ماست، مالش نه، چون نهج البلاغه یک دهم سخنان حضرت علی، یک دهم باقیش در این کتاب مسند امام علی ها. از کی است یاد کنید؟ وای قفانچی فکر کنم باشه، چرا علما جدید نمیشتن، قدیم اخیران جواب آمدش نه، تو جدید خوشه بله بله جدید نمارم، اخیر نمیشتن. چند جلد است؟ وای قفانچی مرتضی نمیشتن اون بالا سیره امام علیه.